آقا با اجازتون اومدم میوه فروشی میوه بگیرم و باهاش یه کار اساسی بکنم. میام میوه فروشی دیوونه میشم، همه چیز رو به چشم شراب میبینم. دنبال گلابی اون چیزی که میخوام باشه هستم، شیرین باشه. ببینیم قسمت ما چی میشه. خدا روزی رسونه. رفقای زرعرقی سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب، دلتون شاد و جیباتون پر از پول. ویدئوی امروز راجع به ساخت شراب گلابی هستش. برای ساخت این شراب نیاز داریم به 3 کیلو گلابی، 3 لیتر آب، 750 گرم عسل. البته به جای عسل میتونید از شیرینی‌های دیگه هم استفاده کنید، مثل قند میوه یا شکر یا حالا هر چیز دیگه‌ای که دوست دارید به همین مقدار. و یه مقدار خیلی کم هم به چوب دارچین نیاز داریم، البته این هم دل بخواهه ولی من ترجیح دادم بریزم خیلی کم، یه دونه شاخه چوبش کافیه. برای شروع باید گلابی هامون رو اینطور حبه حبه خوردشون بکنیم. بعد از خورد کردن گلابی ها اونا رو به یه همچین دبه انتقال میدیم و آب رو بهش اضافه میکنیم. مجدد یادآوری میکنم برای هر کیلو گلابی 1 لیتر آب اضافه میکنیم. شما میتونید مقدار آب رو بیشتر یا کمتر بریزید. اگر آب بیشتری بریزید درصد الکل کمتری خواهید داشت و اگر آب کمتر بریزید درصد الکل بیشتری خواهید داشت. به طور مثال فرض بکنیم 100 گرم شکر داریم. اگر توش 1 لیتر آب بریزیم یه مقداری شیرین میشه و اگر 10 لیتر آب بریزیم مسلماً مقدار شیرینیش خیلی کمتر میشه. برای همینه که میگم مقدار آبی هم که اضافه میکنیم به این شراب رو درصد الکل ما تأثیر گذاره. و الان هم وقت اضافه کردن عسلی که داشتیم. گفتم به جای عسل میتونید از شیرینی‌های دیگه حتی شکر استفاده کنید یا قند میوه، نبات و یا هر چیزی که شما باش راحت هست. بعد از اینکه یه همه اساسی زدیم میریم سراغ اون دارچینی که داشتیم. البته کاملا دل بخواهی، اگر دوست داشتید بریزید، اگرم نکنید چی. من یه مقدار خیلی کم به حد یک دو تا تیکه از چوب دارچین توش میریزم و بعد از این میرم سراغ ادامه کنم. بعد از انجام این کارها نوبت میرسه به اضافه کردن مخمر. مخمر هم همونطور که همیشه میگم میتونید از مخمر نان و یا هر مخمری که دارید، حتی چند تا دونه کشمش و یا یه مقدار آب انگور استفاده کنید. همه اینا کار مخمر و الکل سازی رو برامون انجام میده. ولی من چون مخمر شراب دارم اصلا مخمر شراب استفاده میکنم. همونطور که گفتم شما میتونید از مخمرهای طبیعی مثل کشمش و یا آب انگور هم استفاده کنید. پس اگر تصمیم گرفتید از کشمش به عنوان مخمر استفاده کنید حدود 150 گرم کافیه و اگر از آب انگور خواستید استفاده کنید حدود یه استکان برای این کار کافیه. بعد از تمام این کارا قفل هوا رو نصب می‌کنید و توی قفل هوا آب می‌ریزید. این در پوش قفل هواتون رو هم اگر از این نوع قفل هوا استفاده می‌کنید نصب بکنید تا از تبخیر آب درون قفل هوا جلوگیری بشه. اگر هم از این قفل هوا ندارید خودتون میتونید با یه تیکه شلنگ پلاستیکی نازک که از این شفافا باشه میتونید استفاده کنید. آموزشش هم توی همین کانال گذاشتم، لینکشو میذارم توی دیسکریپشن. بعد از نگاه کردن این ویدیو برید اونم نگاه کنید اگر که بهش نیاز دارید. دوستان 24 ساعت گذشته و تخمیر ما به خوبی آغاز شده. به به، همونطور که میبینید بی امان در حال فعالیت هم این مخمره. خود ملات رو هم اگه بهتون نشون بدم ببینید گلابی اومدن رو کار و این زیرم که دیگه خالیه فعلا. گلابی هم ببینید خیلی نرمه، بلافاصله خودش رو طعم و قند و همه چیشو به این آب میده. من یه همه اساسی میزنم این گلابی ها، فکر کنم تا 5-6 روز اول دیگه پودر بشن همشون. قاطی کرد رگبار و دیگه به این صورت. این فکر میکنم تخمیرش تا حلوش 15 روز طول بکشه. کاری هم باش نداریم، هر یکی دو روز یه دونه همطوری هم بزنید. اگه حجمش زیاده حالا میتونید چنگ بزنید و یه 15 روز دیگه با هم میایم ببینیم که با چی کار میکنید. بله دوستان، بعد از 15 روز همونطور که پیش بینی میکردم ملات من کاملا تهنشین شده و الان ببینیم با هم دیگه که باید چی کار بکنیم. ابتدای کار این ملات رو از یه صافی رد میکنم. این صافی ها دیگه فکر میکنم تو همه خونه باشه. برای اینکه یه شراب شفاف و عالی و خوش رنگ داشته باشیم باید این شراب رو از چند مرحله صافی رد بکنیم. یه مقدارم باید صبور باشید تو این کار. بعد از این که از این صافی رد کردیم حالا باید ملات رو انتقال بدیم به دبه مجددن. اما قبل از این که دوباره به دبه انتقال بدیم از این صافی های کوچیک دونه ریستر استفاده میکنم و یک دور هم از رو اون رد میکنم. این مرحله واقعا خسته کننده است، یعنی برای من که اینطور بود همش این دونه ها پر میشن و واقعا اعصاب آدم به هم میریزه.
ولی شما میتونید تو یه دونه کیسه پارچه‌ای بریزید و اونطور کارش انجام بدید، باز به مراتب راحت‌تر. ملات رو با هر سختی بود به دبه انتقال دادیم، حالا باید یه چند روزی بهش وقت بدیم تا اون املاح خیلی ریز باز هم تهنشین بشن و بعد سیفونش کنیم. البته این مرحله ممکنه یک هفته الی 10 روز و یا حتی بیشتر هم طول بکشه، پس صبور باشید. خب دوستان، یه 10 روزی گذشته به خاطر ویدیو مجبورم که سیفون بکنم، مگر نه دوست داشتم که بیشتر از این صبر بکنم. میبینیم همونطور که دوبار از سافیرت کردیم باز هم یه مقدار ملات تهنشین شده. حالا با استفاده از یه شلنگ شفاف ملات یا همون شراب رو به بطری انتقال میدیم. یادتون باشه موقع انجام دادن این کار بطری شیشه‌ای باید تو سطح پایین‌تری از دبه قرار بگیره تا شراب بتونه به راحتی از شلنگ به شیشه انتقال پیدا کنه. ضمناً سعی کنید از شلنگ نازک استفاده کنید برای این کار. خب به هر حال این شیشه دودیه و داخلش دیده نمیشه. با هم دیگه سروش کنیم ببینیم که رنگش چطوره، عطرش چطوره، یه تستش کنیم. بله دوستان، این هم از محصول نهایی، شفاف و بی‌نظیر، عالی. تا شما این ویدیو رو لایک میکنید اینو با هم دیگه تست میکنیم ببینیم چطور شده. Look at the black oranges on there, man. Beautiful, you know? خب همونطور که دیدید بچه های پشت صحنه‌ام خوششون اومد، این رفیقمون اومد گفت پرفکت و اینا، سپاسگزارم. به سلامتی هممون. عالی، واقعا طعم گلابی رو که کاملا آدم میتونه حس بکنه به نظر من خیلی خوش عطر و الکلش هم خیلی مناسبه، خیلی لایت، کاملا یه الکل بلوش 10% داره که برای شراب عالیه به نظر. فقط اینکه شما اگه یه مقدار بیشتر صبر بکنید یه مقدار شفافتر میشه و همچنین میتونید برای اینکه سریعتر شفاف بشه توش پودر ژلاتین بریزید یا زلال کننده که میتونید از سایت های توی برحال فضای مجازی اینترنت و اینا تهیه کنید، ولی چیزی که در دسترس به عنوان زلال کننده همین پودر ژلاتینه که مثلا برای 5 لیتر شراب شما 5 گرم احتیاج دارید. پودر ژلاتین شفاف رو بگیرید توی آب جوش حلش کنید و توی مثلا یه نصف استکان یا یه استکان بعد بریزید داخل کل اون 5 گرم، بذارید یک هفته الی 10 روز بمونه، بعد از اون شرابتون مثل اشک چشم شفاف و زلال میشه.